درود فرمان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه، ایام نوروز رو به خوبی سپری کرده باشی، 13 بدر هم بهتون خوش گذشته باشه در دامان طبیعت. به ما که خوش گذشت در شهر استانبول، مخصوصا اینکه در کنار دوست خوبمون آقای امید بودیم، از دنبال کنندگانی که بالاخره الان چند روزیه خونه ایشون هستیم و الانم دارم این کلیپ رو کنار ایشون با شما ضبط میکنم. آقای امید خیلی ممنون، سلامت باشی آقا. در حال امروز بچه ها روزا خیلی خوبی رو شروع کرد بعد از ایام تعطیلات. همینجور که میبینید گروه فلزات اساسی و خودروی ها مخصوصا پیشتاز بودن و اینجا هم ببینید روی این نقشه که خودروی ها و فلزات اساسی سهم قابل توجهی در این پیشرفت خوب امروز را داشتن. همچنین پتروشیمی ها وضعیت خوبی را امروز داشتن و بعد از این دو گروه میتونیم بگیم که پتروشیمی ها امروز خوب بودن. بقیه گروه ها هم خب میبینید همه روز خوبی رو گذروندن. الان گروهی نیستش که ما نگاه بکنیم مثلا قرمز زیاد داشته باشه. حالا مثلا برخی از گروه ها شاید یکم خاکستری داشته باشن چند تایی، ولی در کل من فکر میکنم که شروع حرکت در سال جدید شروع خوبی بوده و امیدواریم ادامه داشته باشه. امروز شاخص کل 2.1% رشد پیدا کرد و شاخص کل هموز هم همینجور که مشاهده میکنید 1.9% افزایش داشت. روی نمودارم فعلا شاخص کل روی همون خطی که ما کشته بودیم داره الگوی پرچم میزنه و امیدواریم واقعا یه الگوی پرچم رو حداقل تو همین جاها بتونه تکمیل بکنه. البته ما یه دونه مقاومت سرسخت احتمالاً روی 1.570 داریم، یعنی اینجا، ولی اگر که مثل همین امروز جلو بره احتمالاً این مقاومت ها به خوبی رد بکنه. همچنین شاخص کل هموز هم وضعیت خوبی داره، مقاومت اول خودش رو به خوبی امروز رد کرده با کندل سبز قوی. یه مقاومت نزدیک دیگه وجود داره که اگر روند به همین صورت باشه انتظار داریم این مقاومت را بتونه رد بکنه و خب مقاومت اصلی که براش میشه در نظر گرفت یه مقاومتی روی این نواحی هستش، یعنی روی 458000 میتونه مقاومت باشه که تقریبا قیمتیه که در شهریور سال 1400 بهش رسیده بودن. اون مقاومت اصلیشون در حال اونجا قرار میگیره. خب بقیه اندیکاتور هم که میبینید مومنتوم وضعیت خیلی خوبی داره، آرون وضعیت خیلی خوبی داره، برای شاخص کل هم وضع، برای شاخص کل هم به همین طور. مومنتوم رو ببینید الان با زاویه خوبی از صفر فاصله زیادی گرفته و انتظار داریم که حداقل تا چند روز دیگه این قضیه ادامه دار باشه. آرون همینجور، مکتی و آرسای، همه چیز خوب هستش فعلا و مهمتر از همه ارزش معاملات هست که داره افزایش پیدا میکنه. دوستان امروز معاملات به 5324 رسید و تقریبا میشه گفتش که بالاترین رکورد ارزش معاملات تو 5 ماه اخیر رو تجربه داره میکنه و البته فکر کنم 5800 هم یادم نیست، فکر کنم داشتیم دومی میشه، ولی خب خوبه چون که ما ابتدای امسال به 5800 رسید، بعد یه افتی کرد مجدد اومد تو کانال 3000 و الان مجدد میبینیم که برگشت تو کانال 5000. امیدواریم بتونه بره وارد کانال 6000 بشه و نکته قابل توجهش اینجاست که ببینید 5300 که به اینجا به دست اومده تفاوتش با این 5000 که 9.1 به دست اومده اینه که 9.1 همچون که مشاهده میکنید خب سهم بورسی های بزرگ، نمادهای بزرگ بیشتر بوده و تا کجا بالا اومده. امروز مشخص میکنه که الان پول بیشتری وارد فرابورسی ها شده نسبت به قبل، چون بورسی های ما مثل دفعه قبل بالا نیومدن و نمادهای بزرگ ما، ببخشید نمادهای بزرگ ما مثل مثلا الان رتبه اونج خودروه و فملی فولاد خساپا و به ملت هستش،
سهم کمتری از این 5324 داشتن، اگر نه این بس میومد بالاتر. پس میتونیم امیدوار باشیم که نمادهای کوچکتر به زودی راه میفتن و وقتی که اونا راه بیفتن ارزش معاملات بیشتر خواهد شد، برسیم به کانال 6000-7000 و اگر تازه برسیم روی کانال مثلا بالای 8000 نزدیکای 10000 اون موقع انتظار داریم که با شارپ بیشتری بالا بره، به خاطر اینکه فشار خریدها خیلی بیشتر خواهد شد. البته همین الان هم ما از همون ساعت اولیه روز نگاه میکنید ارزش صفحه خریدامو خیلی نسبت به قبل هم بیشتر شده، 1139 به 25، که نسبت خیلی خوبی هستش. الان هفته گذشته این نسبت حدودا مثلا 7-8 برابری بود، مثلا 400 بود به 80، 500 بود مثلا به 50 نهایتا. الان ببینید چقدر تفاوت کرده، 1139 به 25 چند برابر میشه؟ فکر کنم تقریبا 60 برابر رو، 50-60 برابر رو ارزش صفحه خریدامون بیشتر صفحه فروش ها هستش. حتی ما ساعت 9:30 صبح و خب قطعا هر چقدر جلوتر رفتیم این فشرده تر هم شده اون انتهای کار، به خاطر اینکه در اون انتهای کار 2.1% هم رشد داشته. همچنین تغییر دامنه نوسان، حالا داستانی هستش که قراره از 15 اجرایی بشه و به مرور گویا قراره که این دامنه افزایش پیدا بکنه تا هر ماه 1% بیاد بالا تا برسه به 10%. مثلا احتمالا این ماه به جای 5% بکنن 6%. اگه همچی اتفاقی بیفته، چون الان سعودی هم هستش، احتمال داره که با قدرت بیشتری بتونه بالا بره و حتی سریعتر از اون چی ما فکر میکنیم به نتایج خوبی برسیم. در حال 265 نماد امروز مثبت بودن نسبت به 26 نمادی که امروز 3% بیش از 3% منفی شدن، که اینجا میبینید تقریبا یک نسبت 10 برابری به نمادهای مثبت و منفی داریم. و خب حالا میتونیم بگیم که تقریبا برگشتیم به روزهای خوب. امیدواریم روزهای خوب پردوام باشه و بیشتر از روزهای قرمز ما طول بکشه. روزهای سبز تمام نمادهای شاخص ساز و همچنین نمادهای فرابورسی امروز تأثیر مثبت در شاخص کل گذاشتن و نکته مهمش این که حقیقی ها امروز پول خوبی وارد کردن، به نحوی که 530 میلیارد میلیون توسط حقوقی ها از بازار خارج شده. پس توسط حقیقی ها ورود پول داشتیم. نمادهای خودرو، شستا، فامیلی، شتران و به ملت، خپارس، خساپا، فزر، آریا، تجلی، کرمان، فجهان، گدنا و سمگا هم پرتراکنش ترین نمادهای بازار امروز هستن. نقشه هم که دیگه خودتون مشاهده میکنید تقریبا نقشه خیلی سبزی هستش و اینجا هم مشخصه ورود پولی که وارد شده نسبت خیلی بهتری حقیقی نسبت به حقوقی داره، 688 به 172، اینجا هم تقریبا 4-5 برابر هست. پس همه آمارمون فعلا خوبه، هم نسبت هم پول حقیقی وارد شده، هم افزایش تعداد نمادهای مثبت به نمادهای منفیمون خیلی قابل توجه هستش، ارزش معاملاتمون خیلی بالا رفته و اندیکاتورمون هم که خوب هست. از نظر بنیادی هم من فکر میکنم که گزارش های همه نمادها تقریبا با پایان سال مالیشون فکر میکنم گزارش های خوبی باشه، به خاطر اینکه حالا بحث برجام هم میتونه تو این قضیه البته تاثیرگذار باشه و باید یه صبر کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. از طرف دیگر بیت کوین هم در کانال 46000 هنوز داره بالای 1.2 میلیارد تومان به کار خودش ادامه میده و دیگه انتظار ما این هستش که با شروع ماه جدید میلادی، یعنی آپریل که امروز 3 آپریل هستیم، بیت کوین هم حرکت صعودی خودش رو به مدت حالا حداقل 1-2 ماه داشته باشه. البته خب برخی از اوقات بیشتر هم طول کشته که حالا ان شاءالله
من فرصت بکنم یه ویدیو هم گفتم راجع این براتون درست میکنم که بیشتر راجع صحبت بکنی، ولی فعلا بالای 1,200,000,000 اتریوم ببینید چه خوب من بالا 94,000,000 تومان الان قیمتش شد. اتریومی که تقریبا به 70,000,000 ریالی رسیده بود الان 94,000,000ه. البته اینو هم در نظر بگیرید که تتر هم الان خوب اومده بالا، یعنی الان دلار رو قیمت 27,000 تومان داره میچرخه و خب تو بازار آزاد شاید از اینم بالاتر باشه، در حالی که قبل از عید دلار در کانال 26,000 تومان داشت میچرخید. یعنی هم دلار اومده بالا، همین که ارزهای دیجیتال هم با یه رشد جزئی مواجه شدن، به خاطر همین فعلا قیمت ها خوب اومده بالا براشون. این که میگم رشد جزئی به خاطر اینکه ما منتظر رشد هستیم، اینو فعلا هنوز رشد نمیدونیم، از مثلا 38,000 است به 44,000 بیت کوین این رشد نیست، بس این سری انتظار داریم که دوره بیاد بالای 60-70,000. اگه بخواد مثل سالهای گذشته عمل بکنه توی این فصل، خب بقیه ارزها رو هم مشاهده میکنید، اونایی که قیمتاشو همیشه میخوندیم که ترون بوده که الان 1980ه، ترون هم خوب اومد بالا از 600م الان تقریبا به 700م و یا بهتر بگیم 72,000م رسیده، که خب اینجا یادتون باشه روی 1600-700 ما میخوندیم همیشه، الان نزدیک 2000 تومن هر ترون و قیمت خیلی خوبی پیدا کرده. بیت کوین کش هم که 10,000,000 رو رد کرده و 10,184,000 تومان داره معامله میشه، این پس تقریبا یک رشد خوبی هم این طرف داشتیم. و خب جالب اینجاست که گویا دوتا بازار با هم قرار گذاشتن با هم خوب بشن و حالا ریزششون هم با هم باشه، که از این جهت خوب نیست، به خاطر اینکه خب اگر اینا مخالف هم حرکت میکردن خیلی بهتر میشد برنامه ریزی کرد براشون. مثلا زمانی که بورس میره بالا و در اوج قرار میگیره، خب میشد بفروشی بیای روی ارزهای دیجیتال، درمان که اینا میمدن بالا اون پایین قرار میگرفت، از این طرف بریم اون طرف سویچ کنیم اون طرف، ولی خب فعلا میبینید که جفتشون با هم دارن بالا میرن. یعنی انتظار ما این هستش که این دوتا بازار تو چند ماه آینده بالاخره بالاتر از جایگاهی باشن که امروز قرار دارن. ممنون که توجه کردید، منتظر نظرات و کامنت های خوبتونم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.